ما ده به احترام بیننده‌های شبکه رادیو تلویزیون افغان یک بار دیگر فرصت یک روز دیگر سپری شد تا برنامه نظر شما را خدمت شما به صورت زنده در یک ساعت نشر کنیم. امید میکنم که دارای ساعت و سلامتی کامل بوده باشین و پای تلویزیون تو باشین و در رابطه با موضوع برنامه که چند لحظات براتون نشر میشه تماس بگیرید، نظریات مفید و ارزشمندتان بر ما بفرستین و صحبت کنیم. با عرض سلام خدمت شما بیننده های تلویزیون افغان، خوشحال هستم که یک بار دیگر در برنامه نظر شما که از ساعت 4:05 به طور زنده است تلویزیون افغان پخش می شود در خدمت شما هستیم. میتونین کمی لحظه با برنامه تون تماس بگیرین و نیز پیام هایتون با آدرس های مختلف یعنی فیسبوک برنامه و اسکایپ برنامه ما ارسال بکنین و در جریان برنامه نیز گزارش از ساعت شهر با جمعی از دانشجویان داریم که خدمت شما تقدیم خواهد شد. بله، منتظر تماس های شما هستیم با شماره تلفن 07-2-15-66. تماس های شما رو وصل میکنیم چون از طریق اسکایپ برنامه و فیسبوک برنامه میتونین با ما وصل شوین. از همکارای بخش تکنیک تقاضا میکنم تا موضوع برنامه امروز بر شما نشر کنن و دوباره برمیگردیم و در رابطه با موضوع برنامه نظرات شما را میداشته باشیم. موضوع امروز برنامه نظر شما، مذاکرات و تلاش‌های جامعه جهانی بار دیگر شدت یافته تا هر دو رهبر بر تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق برسد. در ضمن قرار است امروز نتایج تفتیش ختم و به کمیسیون سمع شکایات محول گردد. به نظر شما نقطه اختلاف در مذاکرات ریاست که تیم همگرایی تاکید دارد باید ریاست مجلس وزرا با رئیس اجرایه باشد و رئیس اجرایه باید من حیث رئیس حکومت عمل کند و نتیجه انتخابات باید نه بر اساس رأی مردم بل به شکل سیاسی و مساوی یا 50-50 بین دو تیم اعلان شود تا انتخابات برنده و بازنده نداشته باشد چقدر معقول و قابل قبول خواهد بود و آیا با چنین شرایط توافق سیاسی صورت خواهد گرفت و اگر نگرفت مسئولان کی خواهد بود؟ تیم تحول که بر سر تطبیق قانون اساسی تاکید می کند یا تیم اصلاحات که سر نقض و رد قانون اساسی تاکید می کند؟ بله، 07-2-15-66 در خدمتون است. میشه که همکنون تماس بگیرین و نظرتون با ما شریک بسازین. نخستین تماس برنامه رو وصل میکنیم. بله، سلام علیکم. بله بله، سلام علیکم. سلام برادر محترم، نامتون و نظرتون. بله سلام علیکم. علیکم سلام، صدای شما رو دارم، میشه نظرتون رو بگوین. برادر خان زمین دو تو کندید که هست مردم رای داده که چی کنه انتخابات شده بسیار پیسه مصرف شد مردم از بین رفته اماریش 50-50 رو ما هیچ به هیچ وجه قبول نی داریم، نه حکومت شرکت سهامی رو ما قبول داریم و هر چیزی تر از انتخابات خواهش میکنیم که چی کنه نتایج اعلام کنه که رئیس جمهور معلوم شود و یا حکومت زور می خواهیم کار زور که افغانستان نمی چلا آل زور خلاص شده مردم از زور بد می بره دیگر بسیار وضع مردم خراب کردن این مردم تا حاله در 25 سال مردم به چی حالت ها رساندن ما حکومت زور قبول نداریم حکومت شده که برای مردم هر کدامش کامیاب است و نمود اعلان شود اشرف غنی رئیس جمهور از این وطن است هیچ کس نمی تانه که در بدون از این چی کنه حکومت زور قبول بکنه و ما تابعی زور هیچ وقت نمیشیم از این که از این افغانستان هستن از این که جنگ خود مگم باز مردم در زیر اسارت و جنگ و چی از یا نباشه. تشکر، سلام علیکم. 07-2-15-66 در خدمتون است. میشه که بسیار کوتاه و خلاص به مثل برادر ما صحبت کنین و از یک دقیقه که خدمتون در نظر گرفته شده نفوذ نکنیم. تماس بعدی. بله سلام علیکم. سلام علیکم رورا. سلام برادر محترم، نامتون و نظرتون. جوری بخیری. تشکر، سلامت باشین، بفرمایید. اگر ما دا به پارتی و پختو خبره کهی دا پارتی پختو که کنزر خلق دیو دا اما ایمه دا پاید نبس جمخاتی منگا چیو که پارتی وی که ازاره وی که ازبک ده خون مسلمانان رو نری ده چه وسته پارتی و پختو و
اداره او ترکمن دا دا چې کړه ولې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې وڅو چې زبان پرستی کې او کم پرستی کې د ماده امت نه کیدا خدای خلک دي دا ولې دې سې کوي دا خو دونه موږ ته مړه تشکر خواهش هست که هر موقعی که تماس میگیریم در رابطه با موضوع برنامه که خدمت شما انتخاب کردیم صحبت کنیم و همچنان موضوع شما در اسکرین تلویزیونتون مشاهده میکنیم. 0-7-2-10-15-6 در خدمت تماس بدیم. بله سلام علیکم، نامتون و نظرتون. عزیز حکومت اگر پینجا پینجا تقسیم شود خلاصا به نسیل با چیکی امزا خواست کرد این تک مشکل کلام شما چقدر موافق هستین با حکومت 50-50 که تقسیم شود موافق هستین و یا که مخالف هستین؟ 50-50 یک شکل بس که سابق هم نمی گفت بود نتونی سن از تنظیم بود جور رو همه حال دیگه دو تا چی رقم جور من تشکر از شما سفرفتاد 2015-16 حکنون در خدمتون است تماس بگیریم و نظرتون رو با ما شریک کنین تماس بعدیم بله سلام علیکم بله همچنان شما میتونید پیامتون از طریق فیسبوک و اسکایپ برنامه با ما بفرستین تماس بگیرید بله السلام علیکم صفر هفتاد 208-1566 در خدمت شماست میشه که تماس بگیریم و همکارم در خدمت شماست پیامهای شما رو در رابطه با موضوع برنامه اکنون به خانش میگیرند بله همکار عزیز دوستایی که پیام با برنامه ارسال کردن پیاماره همکار عزیز به خانش بگیرم بله بفهمم درست است فضل ربی از چاریکار اولاد پروان پیام ارسال کرده میگوید جامعه جهانی خود در تقلب دست دارد استاد و مدارک در رابطه با تقلب گسترده انتخابات ستاد انتخاباتی عبدالعبدا چند بار این اسناد را به جامعه جهانی تسلیم کرده مگر اصلا با آن توجه صورت نگرفته این خود دلیل این است که جامعه جهانی بی‌طرف نمی باشد و سید طاهرشاه از قوای مرکز پیام ارسال کرده به برنامه میگوید که ختم پروسه تفتیش 100% که به پیشنهاد ستاد انتخاباتی اشرف غنی شده بود که این پیشنهاد در دنیای امروزی بی‌نظیر می باشد از این خاطر این تفتیش را پیشنهاد کرد که با تیم اصلاحات و همگاری این اطمینان را بدهد که رای تیم تحول و تداوم عاری از هر گونه تقلب می باشد و حالا خوشحال هستیم که پروسه تفتیش به اتمام رسیده و از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهیم که نتیجه را هر چیز زودتر اعلان کند و سمیراز لسی مریم گلای پار پیام ارسال کرده به نظر من حکومت وحدت ملی به حکومت گفته می شود که برآمده از اکثریت آرای مردم باشد مگر متاسفانه که در کشور ما تقسیم قدرت را حکومت وحدت ملی می گویند به نظر من این حکومت وحدت ملی را که تیم اصلاحات و همگرایی تعریف می کند یک تقسیم قدرت به معنی حکومت وحدت ملی است این یک اشتباه محض است بلی یک اسمی که با منطق سازگاری داشته باشد می توانیم بگوییم که حکومت مصلحت ملی عالی از ولایت جوزجان به نظر من تیم اصلاحات و همگرایی می گوید که آرای مردم وقت شفاف می شود که حکومت 50-50 مساویانه تقسیم شود در غیر آن تقلب گسترده صورت گرفته است عبدالمنان از بلاک های قصبه با برنامه پیام ارسال کرده هر انتخابات یک برنده دارد و یک بازنده در انتخابات دو برنده نمی باشد آقای عبدالله اگر نتیجه را قبول می کرد لیاقت اپوزیسیون را داشت حال لیاقت اپوزیسیون را هم از دست داده است این افراد منفور را باید از صحنه سیاست به دور راند چون اینها اصلا به نام قانون چیزی را نمیشناسند و احمد الله سرکوتل خیرخوان میگوید قانون را انسان ها ساختن انسان ها و انسان ها را قانون نساخته است باید قانون تغییر کند و پست صدارت را باید به تیم اصلاحات و همگرایی داده شود در غیر آن هیچ وقت انتخابات برنده نخواهد داشت تماس شما را در رابطه با موضوع برنامه وصل میکنیم ببینیم هموطنان عزیز ما در پشت خط تلفن چه گفتنی دارند بله السلام علیکم بله سلام علیکم سلام برادر محترم صدای تلویزیونتون رو پایین کنین نامتون رو بگوین نظرتون شریک کنین بله مشنام صدای تان بله مشنام بفرمایید در رابطه با انتخابات ما می خواهیم که صحبت یک نظر داشته باشیم بفرمایید نظر ما این است که در
هر کسی که نظر میده در تلویزیون شما رهبرای اپوزیسیون رهبرا را چیز نکنن، توهین نکنن بیادر. بله صدای شما رو دارم. تشکر از پیامتان. میشه حال موضوع در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنیم؟ تشکر. ما همیشه در برنامه خود ذکر کردیم که توهین و دشنام و یا تأخیر کردن در برنامه ما کاملا ممنوع می باشد. پس یک شما مهربانی کردین، ذکر کردین یک بار دیگه، تشکر از شما. تماس بریم. بله سلام علیکم. بله سلام. سلام برادر محترم، نامتون و نظرتون. تشکر. مسئله ذکر نیست. تماس شما مشکل داشت، با عرض معذرت برادر. امید که یک بار دیگر کوشش کنین تماس بگیرین. تماس بعدی. بله سلام علیکم. بله سلام برادر، کم بلندتر نامتون و نظرتون. مشنوین؟ خب تماس شما بس شده بوده و متاسفانه خودتون نخواستین صحبت کنین. 07-2-8-15-6 تماس بدی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم سلام برادر، نامتون و نظرتون. بله سلام علیکم. علیکم سلام، صدای شما رو دارم، میشه صحبت کنین؟ بخیر باشی، خوش باشی. همین برابرا کلش شکایت میکنن از رهبرا. نگه بسیار کوشش بکن که خودت هم چیز میکنی، خودت هم طرفداری میکنی از آقای اشرف غنی، از تیم اشرف غنی. کار خوب نمیکنی. شما میشه بگویید که برادر، کاش شما تماس آن قطع نمیکردین و بر ما میگفتین که طرفداری ما در این قسمت برنامه امروز در کجا بوده است. هر موقعی که برنامه رو مشاهده میکنین کوشش کنین در موردش درست بفهمین، با دقت برنامه رو مشاهده کنین، ابعادش مد نظر بگیرین و بعد از اون نظرتون رو با ما شریک کنین. و توقع و امید ما می از اشخاص در برنامه نظر شما تماس بگیرن که صاحب نظر هستن، صاحب درک هستن، صاحب فهم هستن و اونا اگر در رابطه به موضوع برنامه آگاهی دارن، البته آگاهی های کاملا و مفید و ارزشمند، اونا با ما تماس بگیرن. و اشخاصی که از روی کینه و یا حسادت تماس میگیرن، از اونا خواهش میکنم که برنامه نظر شما جایی برای تماس شما ندارد. تماس بعدی. بله سلام علیکم. سلام برادر، نامتون و نظرتان. بله محمد مصاصم ولایت بغلان و مصاصم. بفرمایید صحبت کنین. جناب ما به اعتراض زحمت دارم که یک نفر طرفدار با یک گپ نزنه در تلویزیون، نگه که اشرف غنی رئیس جمهور میشه یا دکتر عبدالله. هر کسی که رئیس جمهور میشه در آزری سایت آزری رای رئیس جمهور میشه، تو شده نمیتونه که یک نفر یک بیادر ما پیشدار گفت که رئیس جمهوری 100% اشرف غنی. خب اون نظر شخصی خودشان از برادر، شما میتونین نظر شخصی خودتون رو بیان کنین، بگوین هر آن کس را که شما دوست دارین میشه واضح بگوین که کی را دوست دارین، همون شخص رئیس جمهور میشه دیگه. این نظر شخصی خود اونا است. نظر دکتر صاحب عبدالله رو میگم رئیس جمهور شد. خب این نظر شماست، درست است، احترام داریم به نظرتون. و اگه برادر ما پیشتر زنگ زدن اونا گفتن آقای اشرف غنی شد، اون نظر شخصی خود اونا بوده. پس برنامه نظر شما برنامه است که ما باید نظریات اونا رو باید بگیریم با خود. صحیح نه، ما اولش گفتم که باید هم تضاد با تلویزیون نشه، وقتی تضاد با تلویزیون است باید هم دکتر صاحب عبدالله رئیس جمهور شد. تشکر از شما. خب من نمیدونم شما تضاد ذکر کردین، موضوع تضاد در اینجا فعلا کجا تضاد وجود داشت که شما یک بار گفتین که تضاد وجود دارد؟ 07-2-8-15-6 منتظر تماس شما هستم، تماس بگیرین، نظریاتتون رو با ما شریک بسازین. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام برادر، نامتون و نظرتون. برادر دا خالی چې دا کین خبرې کوي لکه مقصد نه دی، وایي چې دا ډاکټر عبدالله دی شي یا د اشرف غنی دی شي، دا خو د دوی د خپل شخصي د خلکو په جنګ چې دا ویني چې په افغانستان کې څومره تېرې شوي دي په 10 کاله، دوی بیا هماغه وخت غواړي دا خلک خو پرېږدي دی. دا کار د انتخاباتو د کمیسیون دی او د انتخاباتو شکایتو کمیسیون کال دی، دا باید خلکو ته پرېږدي. تشکر. دوی خپل نظرونه وایي، اوس په تا باندې همدا تهمت ولګوئ چې تم طرفداري کوئ، دا خو ډېر بېرقمه خلک دي. ولا تشکر از شما.
خب هر تیم از خود حامیان و جدای خود داره. آقای اشرفی حامیای خود دارن که تماس میگیرن، آقای عبدالله هم حامیان خود دارن که تماس میگیرن. اگر تماس‌های بیننده‌های ما خالی از توهین و دشنام و تحقیر باشه، یکی که طرفداری کنن و یکی که حمایتگری کنن، ما به یک کدام مداخله نداریم و تماس از اونا را وصل میکنیم، میتونن اونا بسیار راحت صحبت کنن. اگر خدای نخواسته توهین کنن و یا دشنام بدن، بلافاصله ما تماسشون را قطع میکنیم. تماس بعدی. بله سلام علیکم. سلام برادر، نامتون و نظرتان؟ صبح بخیر. سلامت باشید. برادر ترس که برنده بازنده آدم و وقتی که انتخابات پایان یافت امروز اول معلوم شد. اینا خون بایی نشامل که بازنده هستن انتخابات باختن. این با گفته احمد جا مسود هم نظرنگی سیاسی از یه سبقت میشن که موقت همون تو بچالش بگذن از آن عمر تشویر بکنن. اینا بدم خودم شده این مردمای هستن که در دهه افتاد افیاق لگ نفر به سر کابل کشتن، سنیبا را شور کردن، فابریکی جنگلک را شور کردن، کل سلای افغانستان را به پنشیر بردن. اینا ایچ در مردم سهره ندارن، بخصوص نوت یک چند سال تیر کردن به کابل بودن. اینا را خود میشوستن به طبع معنا، اما جنابترین مردم افغانستان اینا نیز به جمعیت ها. وقتی که قدرت را گرفتن، تمام هر کس بیاد را خودت مانده. آقای مجاهدی دو ماه ماندن، بعد از دو ماه که بود شد آقای ربانی برای دو ماه چهار ماه شیست چهار مرکوی که چهار ساله تیر کرد قوی را میره نگه اونا خروم مردم هستن دیگه خلاش شدن تحیل خونه کردن. فقط اگر مسئلات افغانستان بیاد که اینا را یک کسی هم به خدا سهم نسد به بزرگترین خدمت را برای اینا آقای کرده کرد که آدم اینا دوام میزن تاکیر هم میکنن که اینا هشتادی صده یا چل صده خود را جای دادن. بسیار گفای بعد هم آقای کرده یه زدن در راضی هم نمیستن هم در اپوزیسیون بیرن هم در دولت آن رو میخوان که هم دولت رو بیرن کل چیز بیرن باز فرمین که خوب میفهمن که برنده هم نیستن دیگه. من اینجا وقتا نمیگم اما که میگم که فیلم برنده موازی هست و فکر هست نباید آقای شرغانی باید جنرکار جنگی که در خون دستشان تا آرنجا رو در خون ملت رو خوشت هست و وقت رو نتا برای برای قاتل که در بخششته از اینکه جنایتکار که کلان در کل افغانستان نیست. آه وقتی شما تمام گردید تشکر از سمسان سلامت باشین. اگر چی که شما خارج از موضوع برنامه هم صحبت کردین اما تماس شما وصل بود، ما براتون یک بار موضوع را به خانش میگیرم، البته بسیار خلاص و کوتاه، و بعد از اون این برنامه کوتاه خدمتتون نشر میکنیم و تماسایتون رو وصل میکنیم. مذاکرات و تلاش های جامعه جهانی بار دیگر شدت یافته تا هر دو رهبر بر تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق برسد. در زمین قرار است امروز نتایج تفتیش ختم و به کمیسیون سهم شکایات محول گردد. به نظر شما نقطه اختلاف در مذاکرات ریاست که تیم همگرایی تاکید دارد باید ریاست مجلس وزرا با رئیس اجرایه باشد و رئیس اجرایه باید من حیث رئیس حکومت عمل کند و نتیجه انتخابات باید نه بر اساس رأی مردم بل به شکل سیاسی و مساوی 50-50 بین دو تیم اعلان شود تا انتخابات برنده و بازنده نداشته باشد، چقدر معقول و قابل قبول خواهد بود؟ وقفه کوتاهی میگیریم، دوباره خدمتتون برمیگردیم و تماس‌های شما رو در رابطه با موضوع برنامه وصل میکنیم. ادامه برنامه نظر شما جریان دارد تا ساعت 4 بعد از ظهر در خدمت، البته میبخشین تا ساعت 5 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم. میشه که تماس بگیرین، نظریاتتون با ما شریک کنیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام برادر محترم، نامتون و نظرتان؟ برادر ما از سیستین گرد میزنم، در تنظیم هم نیستم که ما برد مواریم نیزد از سیستین هم بود. اما ما از یک خواهش از اتا دارم که گفار میزنم مردم با خون رو خواست میکشن شفت و بازفر این همیه پشتن در شهر کابل او گف از دیموکراسی میزنم ریش خودم تر ریش خود تر امریکای ها فرو اما دیموکراسی امریکای ها رو قبول نداره که هر کس برنده شد و نمو باید رئیس جمهور افغانستان شد. تشکر از سمستان. 07-2-8-15-6 در خدمتون است. انتظار بکشین، گزارش که همکارم براتون آماده کردن و چند لحظه بعد خدمتون نشر میشه. بله سلام علیکم.
بله بله سلام علیکم. سلام بردار، نامتان و نظرتون بسیار کوتاه صحبت کنین، بفرمایید. خب علی عبدالاسم شما را از خیرخانه به زحمت شاختیم. خواهش میکنم بفرمایید. خب نظر ما درباره همی 50-50%، خب بهترین کار مقبول است. خب به شرایط فعلی ببینید، در 13 سال حکومت کرزی و در کی قانون اساسی را به جای کرد؟ میبینید حال کسایی که حرفای به جای پوچ هم میزنه و اصلا منطق علمی نداره، به نظر من یک انسان های لاغباش و لچک هستن. خوی گفا خوب نیست و یک رهبر توهین کو رهبر خداوند رو نمقوه در فامیلی چیز داد بشه. یک گفا خوب نیست و روز خوش. تشکر شما. 07-2-8-15-8 در خدمت شماست. موضوع برنامه در سکرین تلویزیون درج گرده، بالای موضوع برنامه صحبت کنین. اگر خارج از موضوع صحبت کردین تماستان قطع میگرده. بله سلام علیکم. بله آقای برزای، سلام علیکم. علیکم سلام بردار محترم، نام تن برزا. مسائل انتخابات باید بگویم که نتایج تخنیکی انتخابات که به پایان رسید ای و کمیسیون شکایت انتخابات سپرده شد. در رابطه میمانم وسائل انتخابات که مردم به این مورد بسیار تشویش دارن که هرچی بیشتر باید مسائل انتخابات اعلان شود. در رابطه با این بگویم که اگر کسی که باعث رئیس اجرایه و پست دیگه که باعث رئیس دولت باشه، پس آقای اشرف غنی که رئیس جمهور باشه خیلی سمبول مملکت است دیگه. آیا یک افغانستان میتونه دو رئیس جمهور داشته باشه در یک دولت، در یک حکومت؟ اصلا خلاف قانون اساسی کشور است، خلاف قانون انتخابات است، خلاف هم اندیشه های دموکراتیست است، این قابل قبول ملت افغانستان نیست. انتخابات یا برد داره یا باخت داره. اگر ما بگویم که انتخابات قوی در افغانستان داشته باشیم، انتخاباتی که افغانستان در باران سیاسی 30 سال است که در باران افتاده، افغانستان در این حالت هم که انتخابات برگزار کرده بسیار است، این قابل بسیار توجه است. اما متاسفانه کسایی هستن که به مسائل سیاسی میکشه تر انتخابات هست که قابل قبول ملت افغانستان نیست. ما مردم افغانستان منتظر همی هستن که یک دولت باید پایای ملی و مردمی. مشارکت سیاسی به این معنی نیست که کسانی که قبلا در دولت آقای کرزی نفوذ داشته باشه و قبلا پیشان بیاد در سال 2000 اینا باید باز به قدرت سم بگیرن، افغانستان به بحران بکشانن، به بیراهات بکشانن و مردم افغانستان بدبخت بسازن و کشور نابود بسازن. تشکر برادر. یک سوال، بله یک سوال خارج از موضوع برنامه از شما دارم. هیچ وقت تا یک حکومتی که قانونی نباشه، مطابق قانون اساسی کشور و دین اسلام نباشه، نه آنطوره که من نام دین اسلام تو استفاده کنم. برادر عزیز صدای من رو شما دارین. ما خواهیم دارین کمیسیون انتخابات اعلان نتایج اعلان کنه با وقت زمانی که تعیین شده. هیچ کسی کنم قدرت چیزی نمیتونه. کل مردم از اینا نفقت کرده دور است. همه کسانی که به تیمای انتخاباتی هر دور رای داده بودن امروز دل سرد است. نتا اینا نمیخواهند دوباره به سرکا براین و مردم را از داره اذیت کنم. اونا مردم دل سرد شده. تشکر. منتظر من نتایج انتخابات است. تشکر از تلویزیون افغان. سلامت باشه. خب بر ما فرصت ندادن تا از پیشون سوال از خارج از موضوع برنامه کنیم. بر صورت تماس بدیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، صحتتان خوب بخیر؟ سلامت باشین، نامتان و نظرتان. تشکر دارم. یک سلام به تمام همکارایتان. علیکم سلام، بفرمایید. تشکر دارم. ندیمه هستم، همکار بچگی شما از دریم ایوان. بفرمایید صحبت کنیم. تشکر دارم، سلامت باشین. من یک نظر کوتاه دارم. این مرحب چی دفتر از دارم میگن همون دارم تو خانه میشه که یکی باید کس یک چوکی در ماسک پیلا کنه. دکتر سید افشوانی این رو میخواید که یک چوکی در با یک آدم ماسک پیلا کنه، چون که چرا هر که او یک پنج سال بیشتر دکتر عبدالله به آقای کرزی ایلا مفت همون تا ایلا بکش نگشت و حال آقای سپانی نیخواید برازی هم ماسک پیلا کنه. ما میخواییم به خواسته دکتر عبدالله قبول شما و من میخوایم که مو خواستش که هر چیزی تر قبول شما. ندیمه هر چی تو میخوایم باید. ندیمه بسیار کوتاه ازت سوال دارم. ندیمه بسیار کوتاه ازت سوال دارم. شما گفتین که آقای عبدالله نمیخواد که مثلا چوکی را بسیار مفت و رایگان با آقای اشرف غنی بسپاره. آیا اکنون چوکی در دست آقای عبدالله است؟
نخیه میکنم چوکیت ما میخواییم که باش طبق طلبی که رهبر ماست و آدم کلان است. ما که استفانی رو نمیشناسیم، ما از چند تا بیتر آقای عبدالله رو میشناسیم و بیتر کمک های از او به ما رسیده. شما به شکل قانونی، شما به شکل قانونی میخواین، شما به شکل قانونی میخواین که چوکی رو به دست بیارین و یک فرا قانونی؟ نه بعد نگر مردم ایتار شما و ایتمانی جا دکتر شما دارم اتا مفت برای و کسی بگر وقت بده ما ایچ آقای سوانی نمش ناسی آقای عبدالله اما رئیس جمهور ما و اما میخوایم تشکر از شما سلام عدوش تشکر وقت شما پرو گردید سلام عدوشن خدا نگهدارتون. در این قسمت برنامه گزارش داریم از سطح شهر کابل در رابطه با موضوع برنامه بینیم که هموطنان ما داخل سطح شهر کابل چی دادگاه ها و چی نظریات را پیشکش کردند. نتایج آل فعلا نگه یک سیاسی پیش برای و مسئله سیاسی پیش برای که بگن که باید پیش از اینکه نتایج اعلان شد باید مسئله سیاسیشون حل شود. ی باید پیش از اینکه مسئله سیاسی باید خیر انتخابات چه ضروری است که انتخابات برگزار کنیم باید مسئله سیاسی را پیش می‌بردیم. وقتی که انتخابات است مسئله سیاسی باید مد نظر نباشد، به خاطر که انتخابات نکنیم از نگاه آرای مردم. وقتی که آرای مردم مهم است خب مسئله سیاسی مهم نیست. مسئله سیاسی چی داره؟ هیچ. وقتی که مسئله سیاسی مطرح است که مسئله سیاسی باشه خیر انتخابات هم طرف بگذارن. انتخابات چه ضروری است؟ مسئله سیاسی دو نفر است باید انتخاب شه یا ایش یا اوش. و ما فعلا کسی را میخواییم که باید کشور که حال میبینیم که اقتصاد کشور دو به صفر از کرج میبینیم که گدایگری است این مردم میبینیم به این وضعیت نگرده این بخی کلان بخی پاک از شهر مزداریم. و نظری دیگه ما که هست از محترم کمیسیون محترم انتخابات و دو نامزد محترم و همچنان رئیس جمهور اینا فعلا هم یک هفته دیگه وقت دارن. در روی زمین یک هفته اینا مثل یک برادروار با مشکلات مردم افغانستان در نظر بگیرن بعد نتیجه اعلان کنن وقت دارن و فیصله باشد که به هم جای مقابل به احترام قائل باشد و هم جای مقابل طرف دیگه و هم برای مردم سودمند باشد. نو دا خو نشو ویلی چې که چیرې مونږ داسې ووایو که 50% یا 10% حکومت دوی غواړي بیا دې ته مونږ نشو ویلی د ملي وحدت حکومت وایو. چون دا کې د ائتلافي حکومت جوړېږي نو مونږ به هېڅکله ائتلافي حکومت نه غواړو، ځکه چې نن هغه وخت نه دی چې مونږ له صفر نه شروع کوو. ائتلافي حکومت په هغه وخت کې نتیجه ورکوله چې تېرو 10 کلو کې ائتلافي حکومت جوړ شوی او مونږ نتیجه ورکړه. خو په اوسني وخت کې ائتلاف هېڅکله مونږ ته ګټه نه کوي، ځکه چې د دې وخت دی چې باید اصلاحات راشي او نړۍ هم له مونږ نه دا غواړي چې باید اصلاحات راو. د سبز نارنجي لکه څنګه چې دوی ته شي کوي چې له سبز نه مونږ مدني حرکتونه کوو او د نارنجي قیام چې دوی وایي مونږ به د خلکو کورونه او دولتي ادارې نیسو. دا چې چا جوړ کړی همغه خپله دا خبره کړې ده. نو مونږ دا وایو شروع یې تاسې کړئ ختمه وایي مونږ کړو. اوس موازنه یې هسته که اقلا به آیندې کشور فکر کنن، اقلا اگر اونا دوایی میکنن که ما به منافع ملی کشور احترام داریم، منافع ملی کشور رو در نظر میگیریم، خب باید نتایج بپذیرن. دقیقا از دیگه کشورم فعلا به بحران کشیده شدن، آینده کشور دیگرگون نسوزن. باید بهتر می بود که خیلی وقت پیشتر دو دانه کاندید ما باید به توافق می رسیدن، باید توافقای درشان توافقات نسبی بین دو کاندیدای ما شده. ولی که من فکر میکنم با وجود که هفته اخیر است که باید از طرف کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات باید اعلان شد، ولی که من خوشبین نیستم به این اعلان نتایج انتخابات، چون که تنش ها و دیگر از ستادهای برجسته از افراد ستادهای برجسته که در رسانه ها میگن مثلا از تیم اصلاحات و همگرایی میگن که ما قبول نداریم نتایجی که بر اساس تقلب استوار باشه و تیم تحول و تداوم همچون پاسخ ها و تنش های لفظی در میان این دو وجود دارن. با خاطر ما آنقدر خوشبین نیستم در رابطه که گویا اگر ما موافقانه نتایج اعلان شود با یک صلح‌آمیز اگر هر دو طرف نتایج بپذیرند خیلی خوبتر میشه. 37 میلیون دلار یک کشور خارجی از پیش ما دوزی میکنه میبره در کمپانی سیاسی بغلا. از اون وقت ما دیگه مردم سود و فایده میگن، در حالی که افغانستان یک افغانی نداره که بخواد مصرف کنه. لطفا نشه زمین نتیجه اعلان که ما واقعا خسته شدیم. نظریه ما در رابطه با دو کاندید این است که باید یا توافق کنن و همچنین از جناب رئیس جمهور همچنین تقاضا میکنیم که تا این پرابلمی که فعلا در این کشور روبرو است این را حل بسازه. چرا جامعه جهانی هم از جامعه جهانی هم تقاضا میکنیم که مشکل مردم را حل بسازه و هر دو کاندید باید به یک توافقی نظر برسن، چرا که یک پروسه سیاسی است و این را به بحران نکشانند، چرا که ملت مردم افغانستان در این سالهای بسیار زیاد را رنج تکلیف کشیده است. دیگر خواهان یمی منازعه زیاد در بین مردم نباشند و امیدوار هستم که اول این دو کاندید محترم به توافق برسن، بعد
دادند کمیسیون مستقل انتخابات امین نتیجه را اعلان بکنه. ان شاء الله ما امیدوار هستم که این قناعت بخش است برای مردم افغانستان. د دې په ځای چې دوی سره اختلافات کوي، راځي په دې فکر وکړو چې زموږ د وطن په مختلفو ولایتونو، کونړ، باندې، قندار، هلمند، د پاکستان د دفاعي ځواکونو د خوانه ورباندې همیشه توغندي وریږي. راځي چې په هغه فکر وکړو څنګه د خپل وطن دفاع وکولی شو، نه چې په دې ناخو اختلافات خپل منځ کې وخت ضایع کړو. ایراس بعض مردم دارن، ولی قسما که ایراس عمومی معسلین و قشر اقتصادی و سیاسی است. اینا این کارا که میکنن، چهار تا غریب بیچاره از این متضرر میشن، خودشان زیر کردشان ششتن، زندگیشان جور است و اولادشان در خارج تحصیل میکنن، فامیلشان در غرب است. اینا هیچ وزی ایراس نداره و ایراس چهار تا غریب بیچاره که در افغانستان اونا دارن، چهار تا اولاد غریب اینجا شهید میشن میمورن. اینا باشه توسعه میکنیم که بعضی که نتایج اعلام میشه مردم تشویق نکنن که اینا روندهای سبز نارنجی رو برند برتن، جنگ های داخلی دیگه در افغانستان شروع شد، بازی بیشتر بیزار شدیم. با نام خدا، اگر اول باید بر یک نتیجه سیاسی برسن بهتر است که باز نتایج اعلان شود. قسمی که ما در جریان هستیم، جناب کرزای صاحب همراه کاندیدا ملاقات نموده و گفته که اطمینان داده که به یک نتیجه سیاسی خواهند رسید. اگر قبل از اعلان نتایج به یک نتیجه برسن بهتر است، و نتایج هم اگر اعلان شود خوب است، به خاطر سردرگمی سیاسی در کشور رونما شده و بسیار بحران سیاسی و اقتصادی در کشور آمده و نتایج اعلان شود بهتر است. هر چی شد باید معلوم شود که چی نتیجه بعد از اعلان نتایج به رونما میشه و یا به وجود میاد و بهتر است به نظر ما که نتیجه اعلان شود. لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، په دې وختو کې د اقتصادي وضعیت د وطن او سیاسي وضعیت د وطن تاسو پیږئ چې ورځ پر ورځ په خرابېدو ده. اولین نقطه دا ده چې زه چې فکر کوم دا اصلي د انتخاباتو هغه چې باید دا کاندیدان چې بعضې توافقات تر اوسه کړي دا لږ ذره مثبت دي، اما دا باید نور هم مخکې لاړ شي. د دې لپاره چې موږ تاسو د هېواد راتلونکي دوی پلاس کړي، او دا حرکات چې مثلا ژیر او نارنجي ده حرکات دي، مثلا زرغون او نارنجي حرکات چې ورته وایي، دا هومره ګټه نه د وطن لپاره، او دا ثبات د افغانستان په منطقه کې او خپله په اطرافو کې، په نورو قسمتو د افغانستان کې نړۍ ته د خپله ګواښ کوي. نو زه په درنښت سره ډېره هیله کوم د ګرانو نوماندانو نه چې دوی باید زر تر زره د توافق ته ورسیږي او د وطن د بحران څخه وژغوري. بله، بسیار کار خوب است، نیک است که نتیجه اعلان شود، به خاطر که مردم زیاد انتظار من. یکی از کاندیدا جناب دکتر صاحب عبدالله همیشه دعوای تقلب میکرد که بالاخره نتیجه رو فکر میکنم که تقلب نشده در انتخابات، کلش یک بانه بوده که میکرد به خاطر اینکه به خاطر اهداف شخصی خود که خود بتونه به قدرت برسونه، این کلش یک بانه بوده. قسم کال دوال ملل متحد هم فکر میکنم طرف قرار دادن، در حالی که خودشان ملل متحد آوردن، حالا ایران قبول نمیکنن دیگه. از این معلوم میشه که یا میخوان که بدسته افغانستان رو بی‌ثبات بسازه و اینمی خودش وقتی که وحدت ملی، اگر پس وحدت ملی زده میشه، وقتی که یک نفر رای آرای مرکز زیاد مردم میگیره، نمی قانون انتخابات است که قاعده بازی است که باید یک نفر برنده شود که بازنده شود. در وحدت ملی نمی است که ما بر یک نفر قبول کنیم، این رقم نیست که فرض مثال یک نفر برنده میشه ما بگیم که نیم قبول نداریم، بزور می خواهیم حکومت بگیریم. یک ولی که رسما از ولی دولت است و بخیزد انتخابات مداخله کنه مثل جناب عطا محمد نور، این حق نداره که مردم تهدید کنه یا حرکت های سرخ و نارنجی و سبز و گپ های چیزایی نتیجه نداده در افغانستان و در جوان. بالاخره نتیجه یا کلگی از این مردم ایش قطعا با کلی یک مردم نمیپذیره با این رقم زور و زشت گپ هایش، چرا حال افغانستان کلگی کل تمام مردم افغانستان در جواد اشتراک کرده، مردم شرق، جنوب و تمام مردم افغانستان دیگه رقم نیست که مردم تردید کنه، این کارایشون نتیجه نداره به نظر من. یک بار دیگه شما رو خوش آمدید میگم. شما نظریات و دیدگاه های محصلین پانتون طبی کابل رو مشاهده کردین که امکانم خدمت شما آماده کردون براتون نشر کردیم. امروز در نظر شما مذاکرات و تلاش های جامعه جهانی بار دیگر شدت یافته تا هر دو رهبر بر تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق برسد. در ضمن قرار است امروز نتایج تفتیش ختم و به کمیسیون سم شکایات محول گردد. به نظر شما نقطه اختلاف در مذاکرات ریاست که تیم همگرایی تاکید دارد باید ریاست مجلس وزرا با رئیس اجرایه باشد و رئیس اجرایه باید من حیث رئیس حکومت عمل کند و نتیجه انتخابات باید نه بر اساس رأی مردم بلکه به شکل سیاسی و مساوی و 50-50 بین دو تیم اعلان شود تا انتخابات برنده و بازنده نداشته باشد، چقدر معقول و قابل قبول خواهد بود؟ منتظر تماس های شما هستم در رابطه با موضوع برنامه میشه صحبت کنید، دیدگاه هایتون رو با ما شریک بسازید. بله، سلام علیکم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام، بلندتر صحبت کنید، نامتان و نظرتان. ولی ما دکتر عبدالله را بگیم امی که بوری کار از خودمانان به جایت معرفی کردن و او اکیتا مردمایی که کاری باوا را در بانره هستن ترمزی از عبدالله کنن مردم افغانستان پشت پرده ها را نه پشت پرده ها آزایی نداره که پشت پرده ها چه بازی های سیاسی قرار داره و که دکتر عبدالله خود بنام مجاید مردمی میگنم من باید بفهمم که چه عبدالله چه دیگه قدرت مندان جادی اینا مجاید نیستن، اینا مسلمان نیستن، اینا اهداف کفار در افغانستان پیاده میکنن. ما در افغانستان یک مجاهد داشتیم، یک مسلمان، یک افغان داشتیم تو احمد شاید کور خود قدرت مندان جهادی و کفار در بازار تاغلر قدرت کورش تحید کردن. مردم با این جهادی های قدرتمند در پیش آتا که یا تبازره بخند آتا اینا جنرد آتا و چیزی که جنرد کار هست، نکوکور هست، فاطر هست، ترکمه هست، این قدرت مندان جهادی هست و ما حاضر هستم، حاضر هستم و می شماره تباز هر قدرتمند جهادی که هست ده دمی صفحه تلویزیون فقط مسلمانی خود برای ما ثابت کنه. اگر ثابت کرد ما از که دار بگنده را خود مندازم. اینا کل جاسوس هستند، تبازرهای وطن هستند. ما مردم از مردم به وسط تقاضی میکنیم که از خواب برخیزند که اینا کسایی هستند که سر خود شما تجارت کردن، سر ناموس شما تجارت کردن، سر اطفال معصوم شما تجارت کردن. مردم افغانستان بخیزند از این پشت اکتر پرده ها را مطالعه کنید که پشت پرده ها چی گفت هست و این قدرمندهای جهادی که دیروز نوت حسنات افغانی که نمیشنارد هر کدامش میلیونه به ملیاردر دلار است، این را کجا کردن؟ سر خون شما افغانات تجارت کردن، سر ناموس شما افغانات تجارت کردن. ما فقط نظر مانید ما اجدم غنی مقدر برتری داره که دست اجباخون این ملت آقاشتنی ریست جنایت نکرده، اطفال معصوم اختطاف نکرده. تشکر از تماس شما. دیدگاه ها و نظرات که هموطنان ما ایراد میکنند در برنامه نظر شما، برنامه نظر شما هیچ دیدگاه و نظری در رابطه با صحبت های اونا ندارد. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام بردار، صدای تلویزیونتون پایین کنید، نامتون و نظرتان. محمد الله هستم، از دارلمان با شما را زحمت داریم. محمد الله بفرمایید صحبت کنید. نظر ما همی است که در ما می چند روز پیش پنجشی رفته بودم، اما یک تعداد مردمشان که کارکنای از قبر احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور یا مصاب کار میکنن همیزم توظیف هستن یا اموا نفر از معاش خود نمی گرفتن. دکتر عبدالله چی رقم رهبر ملی جمعیت اسلامی را می گیره در حالی که قبر احمد شاه مسعود مدت 13 سال می شود که مقبره اش همونجا است، مگر یا خود پادشاه پنجشیر می گیرن. من خود من کارمند دولت هستم در میوه میاله یعنی چهار اطراف یعنی هر دسته که میبینیم غیر تعدیز است. اشرف غنی خود تعدیز نداره. مثلا در امرایش مثلا محمد زیاد مسعود است، چهار اطراف شهر هر کنخم مردم هاشان میباشن، مگر یا بازان دکتر عبدالله را میگن که رهبر ما چی است. چهار نفر ما شد در حالی که رسمی شامل شان شاختن 25 نفر است، مگر ماش هزار دادن هم نمیتن برشان. از نام احمد شاه مسعود استفاده میکنن مگر برشان خدمت نمیکنن یا کلشان بر خائنین هستن، بر دولت خودشان میکنن یا خود جاسوس های بیگانه هستن.
تشکر هستم دوستان. بله سلام علیکم. بله بله سلام برادر، نامتون و نظرتون بسیار کوتاه صحبت کنین بفرمایید. بله دیمان بشیر احمد فوزل کابل بفرمایید صحبت کنین. بله رئیس اجرایی باید رئیس جمهور دی امر مطابق وی او نتیجه باید دی رای پاساس وی نه دی دغه دوار تیمونو پا منز که مساری مساری پر مخبانی ولاشتی مگر را خواه کرده او نتیجه دی انتخاباتو باید وملن سی او که قانون تر پخونان دی کوی دا نومان دا افغانستان دا خلکو لپاره دا دی اصلاحات او پانن تیم غری وی چاقا عبدالله دی و سلام. تشکر. میان برنامه ای کوتاهی خدمتتون نشر میکنیم، بعد از میان برنامه خدمتتون قرار میگیریم، تماس های شما رو و پیام های شما رو وصل میکنیم و با خانش میگیریم. خوش آمدین به ادامه برنامه نظر شما، تماس شما رو وصل میکنیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام برادر، نامتون و نظرتون. بخیر هستی؟ خیرتی؟ سلامت باشین، بفرمایید. از خیرخانه تماس گرفتیم. صحبت کنیم. مشنوین؟ تماس شما قطع کردید. تماس بعدی. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر، نامتون و نظرتون بفرمایید. سلام علیکم، من بدلا سلام و میشه موضوع برنامه تا بگویم نگنمه رو به برنامه شما را. بله، آیا شما موافق بایستین که حکومت آینده که تشکیل میگردد حکومت و قدرت به شکل 50-50 تقسیم بگرده؟ برادر خان، به نظر ما ایست که ما دولت اسلامی داریم و در این دولت ما دو رئیس جمهور نمیتونیم انتخاب کردن. ما رای دادیم و مثال انگشتای ما را از روز دادیم یا هر رقم که شده اسلامی دی رای دادیم و توانستیم که انتخابات پیش ببریم و در این انتخابات می خواهیم که یک رئیس جمهور داشته باشیم. تشکر. و نمیتونیم که یعنی رئیس جمهور ما یک مشکل داشته باشیم. ما وقتی که ریاست جمهوری تقسیم شد از کدامش ما زودتر سوال خدا کنیم یا از کدامش زودتر ما همون مشکل که داریم بر ما حل کنیم؟ آقای اشرف غنی و عبدالله. تشکر برادر عزیز. یاد نمیتونیم. سلامت باشیم. 072-15-66 در خدمتان است. تماس بدید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام، صدای تلویزیونتون رو پایین کنین، نامتون و نظرتون. صدای تلویزیونتون رو پایین کنین. متاسفانه صدای تلویزیون شما بلند بود. همکارم در خدمت شماست. پیام های شما رو در رابطه با موضوع برنامه و خانش میگیرم. بله، دوستایی که به برنامه پیام ارسال کردن، محمد معصوم از 315 کابل مقابل پیام ارسال کرده میگوید بیننده های برنامه نظر شما همیشه به یک نقطه متوجه باشند که دشمن همیشه در کمین است. یک خطر تمام مردم افغانستان را تهدید میکند. این خطر نفاق بین اقوام کشور میباشد. همیشه افغانستان را همین نفاق قومی و مذهبی پارچه پارچه کرده است. امید که به همیشه به این نقطه متوجه باشند. صدف از مکریان چهارم، به نظر من تیم اصلاحات و همگرای خیالات موهوم دارد. هر روز یک خواست نامعلوم را با خود حمل می کند که اصلا نمی دانیم که این خواسته های موهوم آنها از کدام کتاب البتن استخراج می شود. خدا اینها را هدایت کند. و محمد حسین از دشت برچی، سردار و سپهسالار مقامات و رهبر مجاهدین و دلیرانی که تاکنون این خاک را از غلامان نگه داشته و حالا شما فکر میکنید که ما تن به حکومت متقلب میدهیم، هرگز. خیال است و محال است و جنون که سر مقامات گران حکم روایی کند و لاستم بزرگ از اشرف غنی رهبر ما شود. و سید انور از ولایت ننګرهار، زما په نظر مونږ اوس یو دعوا کولی شو چې د نړۍ تر ټولو پاکې او سوزلي سیړل شوي رای د افغانستان دي. نو راتلونکی حکومت به د نړۍ تر ټولو مشروع او رښتینی ولسونکی سمبول حکومت وي.
عبدالبصیر از شهید شمشیری ولی پیام ارسال کرده میگوید ما از اعلان نتایج استقبال میکنیم و از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهیم که دیگر مردم را به انتظار اعلان نتایج نهایی انتخابات نماند و این دو کاندید در بین هر دو کاندید هر کاندیدی که رای مردم را با خود داشت رئیس جمهور کشور ماست و تمام مردم از این رئیس جمهور حمایت میکند و محمد نعیم از ولایت پنچیر اگر هر دو نامزد به مشکلات مردم توجه نکند شما این را باید داشته باشید که آه مردم این افراد قدرت طلب را از میان خواهد برداشت. 07-208-1566 در خدمتان است. تماس بگیرید و صحبت کنید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام برادر نامتان و نظرتان. جناب بارنجای سلام خدمت شما و خدمت همکار عزیز شما. علیکم سلام بفرمایید. سلام استیصال خدمت جلال جان. جلال جان نمیفهم کنفرانسان است. بله بفرمایید. حسن اونم سلام میگن خدمتتان. موضوع برنامه را میشادت کنید جناب بارنجای. برادر در رابطه با این است که شما چقدر موافق هستین که در حکومت آینده قدرت به شکل 50-50 تقسیم بگردد؟ جناب اول خود خیلی بسیار زیاد یک گپ بسیار نو و جالب است در تاریخ جهان یک چیز ما ندیدیم بانش بگیدیم که در کجای دنیا وقتی که مسابقه صورت میگیره در این مسابقه برنده و بازنده وجود نداشته باشد اگر این در مسابقات سپورتی باشد و یا خود مثال در انتخابات باشد و خود در صورتی که مسابقه صورت میگیره انتخابات صورت میگیره برنده وجود داشته باشد بازنده وجود نداشته باشد همونطور که برادران اشاره کردن مردم بسیار مجلس رفتن در دو دور انتخابات و اشتراک کردن به انتخابات پای مردم سرای مردم ریزت شد به خاطر از اینکه یک تعدل ایجاد شد تغییر بود در میان تنظیم رایشان یک زماندار مشروع زمان این کشور بدبخت و بلادیده و این مردم بسیده را در دست بگیرم و این کشور از این شر زورگرا و شر کفتگرا و شر مافیای مواد مخدر و شر مافیای زمین و شر چیخدران اسلام و جهاد و مقاومت و ممذب که یک شکل اینا یک شکل اینا به این محوله های پاک و مقدس اینا ایمان ندارن اعتقاد ندارن فقط از اینا به بنای ابزاری استفاده کردن خود کردن جیبای خود برای پر کردن قمتار خود در رهبری که اول خود بسیار کوتاه در این میخوایم اشاره بکنم که مرمون افغانستان در انتظار هستن کمیسیون مستقل انتخابات هر چیزی در نتیجه هزار بار تمدید شده اعلام بکنن و این سنجش آرا برای مردم افغانستان $113 میلیون به این هزینه برداشته یعنی سنجش مجددی که بنا به پیشنهاد تحول و تکوپه و این تحول و تداوم میتونی نه مخالف که تدادگی چنان در آقای عبدالله عبدالله ولی نشارلان کشور این حق داریم که ما در رابطه با سرنوی کفاس بگوییم تیدون از برادران فوهارا استفاتی برکر میکردن که در رهبرات رو دیگه هم رهبر رهبره که یک نیستایتیش مطابق قیمت داره $600 قیمت داره یک داره بریش $100 قیمت داره رهبره که الحمدلله تاومن عمرش رفیهات و مقاومت سفری شده ولی و اینا را چه تجار بوده نه کنم سرمایدار بوده نه کنم کاری را کاری تولیدی را تجارت یا کد مکنداری یا کنم معمولیت بوده رو می خود کرده این رهبر سرمایه های نیست ها میلیون دلاری را کجا کرده در زمان در حالی که امور سیاست که از رخش نفع از رهبر دفاع می کنه این آنی خوردن خود نداره این که کنیت کشنه از رفایی که برخ نستد ما در انتظار سنجیش آرات به این سنجیش آرات توسط جامعه جهانی صورت میگیره پایچ آقای عبدالله سان به عنوان بهانه جویایش پشت آقای دکتر یای مافیایی مواد مقدر چون چپاول آدم کشا قطاب طریقا این کسایی که کابل را اعلان کردن نام جهاد را بد کردن جهاد را ناکام ساختن اسلام را بدنام کردن این روی یک سر روی بسر سالی از خانستان به نیک بسفت شکلی بسکرد و لونار کبار کردن بردن در پاکستان سادا کردن برای خود ملیگا جور کردن مردم در پشت شد ما در نکتار هستیم که دعی
رای توسط نمو کسایی که آقای عبدالله بانوگیا کرد و ایرین آراهو در اینجا سوال ایران یا فیتیکوک شروع کرد و در جان ملل مخیل هم شروع کرد این هم از چون اینجا نورنم تخلق نه تخلق سادی پسته بود البته در تخلق در هر جای امکان داره در اول آمریکا هم یکی امکان داره تخلق تنها قاطی آقای شغری اصلا در هر دوست تخلق کردن و باز این تخلق بخینی افغانی ها در اینجایی آمدن که آقای مجدد کردن ای تابعی رو با ملل متحد و تحت نظر مستحقی ملل متحد با اتنفا ای پا صورت نیستا و آل اینا مطمئن باشن در این از دو سلام الله دا اومنی ها زیاد میزنیم سلامت باشین با عرض معذرت آقای جنرال صاحب هزاره هزاره بودن که تماس گرفته بودن به برنامه نظر شما تشکری بسیار زیاد میکنم از تماسشون اما بنابراین که وقت برنامه اجازه نمیداد تا صحبتهایشون رو وصل کنیم با عرض معذرت تشکری میکنم از تمام شما دوست عزیزم کنم دو آخرین لحظات در خدمت شما هست بله همکار عزیز چون وقت برنامه بسیار محدود است دیگه پیامه دوستان خونده نمیتونم و چند خبر کوتاه سایت خبری رو به خانش میگیرم رادیو آزادی عبدالله و احمدزه امروز بار دیگر روی حل اختلافات باقی مانده گفتگو میکنند پس از به بنبست مواجه شدن گفتگوهای دو تیم انتخابات روی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزه یک بار دیگر با میانجیگری نمایندگان داخلی و خارجی با هم ملاقات میکنند صدای آمریکا تهدید ملل متحد به محدودیت کمک ها به افغانستان نمایندگان ملل متحد در افغانستان در واکنش به تظاهرات روز گذشته در مقابل دفتر این سازمان در کابل هشدار داده است که در صورت ادامه این گونه بدرفتاری ملل متحد مجبور خواهد شد تا فعالیت های خود را در افغانستان شدیداً محدود سازد فارسی بی بی سی کرزی برای شکستن با بنبست انتخاباتی با هر دو نامزد گفتگو کرد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با منظور شکستن با بنبست انتخاباتی با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری گفتگو کرده است ستاد آقای عبدالله میگوید که کرزی گفته است که نتایج انتخابات باید پس از توافق هر دو نامزد اعلان شود این بود برنامه نظر شما تا برنامه بعد بدرود تشکر از همراهی شما بیننده‌های گرانقدر تلویزیون افغان برنامه را تکرار شمشب ساعت 10:11 فراموش نکنید سربلند کامگار باشین خداوندیار نگهدار شما